بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز چهارشنبه 19 اکتبر سال 2016 میلادی و 28 مهر ماه، اینجا باز اشتباهی علی نوشته 29، 28 مهر ماه. پس بذارید من اینو اصلا خاموش کنم، اون تاریخ غلط رو. بعضی وقتا اگر چیز درستی آدم نمیگه اقلا غلطش رو نگه بهتر. خب بله، این هم از این ماجرای چهارشنبه. و امروز باز مناظره دارن این دوتا نامزد انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا. ببینیم امروز دیگه چه کار میکنن و چه کسی گند اون یکی رو بالا میاره و الاخر. تا اونجایی که میدونم قراره که آقای دونالد ترامپ نابرادریه، یا تو ایران میگفتیم برادر تنی یا ناتنی، نمیدونم، ناتنیه آقای اوباما رو بیاره اونجا و اونم برای آقای ترامپ دست بزنه، به این معنی که برادرش 8 سال کاری نکرده برای آمریکا. اولا من نمیدونم که این آقا شهروند آمریکاست یا هنوز شهروند غنا هست. اگه شهروند غنا هست که اصلا کار بی خودیه. اگرم شهروند آمریکاست، خب بیا برو رأی بده و حتما انتظار داشته داداشش که شده رئیس جمهور به اینم یه شغل و مقامی بده طبق معمول خارجی ها، و چون اون نداده این ازش دلخوره. یه چیز جالبی که تو 2-3 روز گذشته بیشتر دیدم توی اینترنت این هست که خب دوستانی که طرفدار ترامپ هستن یا مخالف هیلری هستن میرن و صحبت‌های انتخاباتی خانم هیلری کلینتون، میشل اوباما و خود اوباما رو میارن که اون موقع به هم چی میگفتن حالا چی میگن. مثلا میشل اوباما که اومد و برای دونالد ترامپ گفت این آقا وقتی اینجوری راجع به خانم‌ها صحبت میکنه من جونم میلرزه، دیدم که فکر کنم خانم شایسته الهامی هم رو وبسایتش روی فیسبوکش گذاشته بود که قبلا برای اینکه هیلری انتخاب نشه به مردم گفته که شما به کاخ سفید باید یه آدمی رو بفرستید که از لحاظ فامیلی و اخلاق و اینها آدم درستی باشه. حالا امروز، یعنی اون موقع داشت میگفت بیل کلینتون و خانوادش آدم های درست و اخلاق مندی نیستن، امروز همین خانم اومده از اخلاق مند بودن کلینتون و خانوادش صحبت میکنه و میگه که دونالد ترامپ نیستن. برای دوستمون نوشتم که یه حیوانی داریم توی ایران بهش میگن آفتاب پرست، فکر کنم، یا اینجا میگن کاملیون، که با رنگ هر مثلا میره روی درختی که قهوه‌ای هست قهوه‌ای میشه، میره روی سنگ میشینه رنگ سنگ میشه، میره یه جایی که سبزه سبز میشه، میره کنار آب آبی میشه. و به این آره دیگه آفتاب پرست درسته، چون اون آفتاب گردون اون میوه هست و تخمک و تخمه های چیز داره و اینا زرد و این چیزا، ولی این آفتاب پرسته. حالا چرا بهش میگن آفتاب پرست؟ فکر کنم برای که همیشه میرفت رو سنگ و اینجا مینشست و بالا نگاه میکرد، لابد ملت ما فکر کردن ایشون هم داره یه کسی رو پرستش میکنه، چون پرستیدن علکی و بیخاصیت تو ذات ما ایرانی ها هست. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر آقای یزدان خداوند رو با شما خواهند بود از آلمان. فکر کنم هنوز اونجا وقت عوض نشده، چون ایشون قرار بود که به من خبر بده. امیدوارم که روی فیسبوک ما رو ببینن و یادشون باشه اگر بتونن امروز از گوشی و اینها استفاده کنن. حتما دیدید که بعضیا وقتی مصاحبه میکنن از این گوشی های آیفون استفاده میکنن که اینجوری تو گوششون هست و اینم میکروفونش. این کاری که میکنن صدا پیچش پیدا نمیکنه، یعنی صدای خودشون نمیاد توی بلنگوی ما، از توی بلنگوی ما بره توی میکروفون ما بچرخه و صدای به اصطلاح ما میره فقط تو گوششون، نمیره توی بلنگو و بچرخه. به این پژواک هم فکر کنم میگفتن وقتی یه جای صدا تکرار میشه یا میپیچه، میگفتن صداش اونجا میپیچه. در صورت خب این اشکالات هست، باید یکی یکی بررسی کنیم.
اشکالمون رو بشناسیم برطرف کنیم. آقای یزدان خداوند لور رشتهش اصلا آسیب شناسی بوده، اون موقع آسیب شناسی در کارهای پزشکی و آزمایشگاهی و اینها، الان آسیب شناسی فرهنگی میکنه. امیدوارم شما هم لذت ببرید و یاد بگیرید و ایشون رو زیر سوال ببرید و ازش به اصطلاح نظرات خودتون رو بفرستید و ازش بپرسید که آقا چرا اینجا این و اونجا اون. و اما آقای پرویز مینویی از تگزاس ساعت 5 بعد از ظهر با شما خواهند بود و آقای حسن فیروزی. بالاخره بعد از سالها ما این شانس رو داشتیم که ملاقاتی حضوری داشته باشیم از طریق تلفن، از طریق فیسبوک نه، از طریق اسکایپ ما ایشون رو میشناختیم، از طریق ویدیوهایی که ارسال میکردن و ما پخش میکردیم، ولی هرگز من ایشون رو ملاقات نکرده بودم تا اینکه دوشنبه آمدند و اولین برنامه رو اینجا گذاشتن. روی فیسبوک هست، روی یوتیوب هم هست. نمیدونم فیسبوک مثلا اگه توی اون سرچ باکسش یا توی اون قسمت جستجو بزنید اون چیزا رو میاره، که به نظرم خیلی کار مشکلیه، ولی یوتیوب این کار رو انجام میده. شما حسن فیروزی تایپ کنید یا بنویسید، ویدیوهای ایشون رو میاره. اتفاقا صبح رفتم زدم دیدم ویدیوهای چند سال پیش ایشون رو هم با آقای آقاسی و اینها ما گذاشتیم اونجا هست. و قرار شده که فردا صبح هم بیان اینجا، چون شنبه از اینجا میرن، فردا هم بیان اینجا. ما چون جمعه برنامه داریم از 2 تا 5 بعد از ظهر برنامه زنده، دیگه نمیتونیم با ایشون باشیم، ولی فردا میتونیم آخرین برنامه فوق‌العاده رو با ایشون داشته باشیم. و ایشون میخواد در رابطه با آقای دکتر عباس میلانی کتاب من و شاه یا کتاب نگاهی به شاه صحبت کنن. و اگر هم شما پرسشی یا سوالی دارید، همینجا بگم که آقای حسن ارشاد هم بیکار ننشستن و با تماشای برنامه های آقای حسن فیروزی مشغول تهیه برنامه هستند که اون رو هم جمعه ساعت 4 بعد از ظهر براتون پخش میکنن. و ما ببینیم که خودمون چه چیزهایی اینجا نوشتیم و گذاشتیم برای شما هم بخونیم. بله، این 2 44 21. بسیار عالی. این شماره هایی که من میگم قرار نیست شما بدونید کجا به کجاست، این سیستم های ضبط و اینها رو چک میکنیم گاهی وقتی بر اثر شماره ای که بهمون میده میبینیم که داره ضبط میشه یا نمیشه. دوستان عزیز اجازه بدین من روی فیسبوک مردم تیوی این صفحه رو به شما نشون بدم و اگر شما هم مایل باشید. خیلی جالبه، من داشتم امتحان میکردم یکی دو ساعت پیش میکروفون جدید و این سیستما. هر روز ما میریم چی میخریم دیگه، گفتم اون روزم یکی از دوستان لطف کرد و یک دوربین سونی برای ما خرید که همینجا ازشون تشکر میکنم. دوشنبه هم تشکر کردم. و این اگر میخوایم سیستممون خوب باشه، هر روز باید مثل همون خوراک که میخوریم، مثل هر روز که دوش میگیریم که تمیز باشیم، اینم همینجوره، هر روز باید خرج کنیم و انتظار داریم که شماها هم حمایت کنید. ببینید وقتی که میایید توی فیسبوک، بعد مردم تیوی، ببینید اینجا مردم تیوی، بعد این بالای بالا رو هم بهتون نشون بدم، این بالا نوشته اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی در واشنگتن آمریکا. و اصلا دیگه در واشنگتن آمریکاش هم باور دارم تلویزیون مردم اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی است. آمریکایی‌هاش رو من نمیدونم، ولی ما اولین تلویزیون هستیم. حالا چه جایزه ای نصیبمون میشه خدا میدونه. حالا داشتم اینو گفتم، امروز صبح من داشتم یه میکروفون جدیدی رو امتحان میکردم، بعد دیدم اونجا که من دارم آزمایش میکنم دوستان اومدن و اون ویدیوی من رو شیر کردن با دوستانشون، به اصطلاح گفتن که بله این ویدیو داره زنده پخش میشه. دوست عزیز اگه میخوای کاری بکنی، موقعش الان هست که شما وقتی میای اینجا میزنی، اینجا کلیک میکنی، نگاه میکنی، بعد بیای این پایین نوشته شیر. شیر یعنی تقسیم کردن، در میان گذاشتن، سهیم شدن. بعض همین هم هست که مثلا میگن شیر شما توی این کارخونه 50%، یعنی سهم شما از این کارخونه 50%. خب اینو با دیگران در میان میذارید. حالا ما چون حسابای مختلفی داریم،
اینجا میندسه کدومش میخوای بذاری، کجا میخوای بذاری، مال شما تا میزنی فکر کنم با خودتون با دوستانتون شیر میکنه. ما بهش میگیم که روی تایملاین خودمون، روی صفحه خودمون، حالا اینجا که میریم نگاه کنید شیر کرده با صفحه سوربی. بذارید ببینم درسته یا نه، تا شما هستید امتحانم رو پس بدم. ببینید هیچ کاری نداره، نه خرجی کردم نه چیزی، فقط چند ثانیه واقعا طول کشید، شیر کردم گذاشتم اینجا. بعد بعض وقتا میتونید با دوستانتون، مثلا من الان اینجا میذارم برای آقای یزدان خداوندلو که بهش به اینجا میگم که با دوستان میخوام، میگه کدوم دوستت، میگم آقای یزدان خداوندلو. ببینید واقعا دو ثانیه، حالا بگو پنج ثانیه طول میشه. خب ما برای یه چیزی که دوست داریم استفاده میکنیم، پنج ثانیه هم وقت بذاریم. راجع به دوست داشتن و استفاده کردن اینها بهتون گفتم که آقای دادور به جای اینکه حزبی درست کنه، سر و صدا راه بندازه، پول بذاره، پول بگیره، باز پشت سر خودش حرف درست کنن و اینها، میتینگ بذارن، بیاین بررسی کنیم چرا انقلاب شد، بیاین بررسی کنیم چرا اپوزیسیون به جایی نرسید. یکی بگی برای که یه سری احمق مثل تو اپوزیسیون هستن، دیگه نمیخواد بری تورنتو برنامه بذاری، نمیخواد بری پول هتل بدی، مگر اینکه شما میخواین دور هم جمع بشین نمیدونم چه کار کنی. در صورت خیلی قشنگ بلند میشه میره ایران، خودش چون اهل دسفول و شوش و شوشتر هست، میگه اونجا مریضی و این بیماری نابینایی زیاد بوده. به چه دلیلی من نمیدونم، حالا یه وقتی ازش خواهش کردم امروز بیاد تو برنامه یه وقت برای ما راجع به مسافرتش بگه، عکس‌ها رو نشون بده و اینها. بعد یه کارایی هم میکنه که هر انسانی میتونه انجام بده، کمک به یه نفر، اگه این یه نفر کمک کرد به جایی رسید، کمک به نفر دوم. نمیگه یه دفعه من میخوام ایران رو آزاد کنم، دنیا رو آزاد کنم، دنیا رو بهشت کنم، بعدم میبینیم خودش مثلا بدترین آدمه، بدترین فلان. در صورت ایشون این بار که آمد من باهاش صحبت کردم و اینها، هنوز دنبال همون مدرسه به اصطلاح نابینایان هست که توی دسپول را انداخته و یکی دیگه داره توی تهران را میندازه. خب احتمالا مشکل تره و چی بهش میگیم اگر به این جمله باور دارید، خدا قوت، یا اینجا چی میگن، God's power. در اصل امیدواریم که بتونه این کار رو انجام بده. یه چیزی گفت که من واقعا هم خوشحال شدم که همچی کار انجام میده، هم آدم دلش میسوزه. یه دختر بچه‌ای توی ایران دماغ نداره، وقتی دماغ نداره یعنی حالا مثلا توی زایمان و اینها یا توی اون هر چیزی که جنتیک، جن میگین شما، جین میگین یا کروموزوم میگین، من نمیدونم، هر چی که میگین یه اشکالاتی بوده. دیدید بچه ها دستشون چسبیده به بغلشون، سرشون دوتا چسبیدن به هم، از این اشکال. و این دختر کوچولو فکر کنم 5-6 سال 7 سالش باشه، بینی نداره، دماغ نداره. و خود من و شما میدونیم ما بچه ها آدم های سالم رو چجوری مسخره میکنیم، چجوری دست میندازیم، ای داد بیداد اگه یه کسی یه اشکالی داشته باشه. وقتی اینو برای من گفت و اینها، من گفتم خب چیه، برای من توضیح داد که الان دارم یعنی کاری کردم که به غیر از این که خودم کمک کردم، یه کسی را، یه سازمان و دکترای اینا رو پیدا کردم که کمکش کنن. و حالا ببینید وقتی یک چیز پیش میاد، یه نفر قدم خوبی برمیداره، اون دیگران هم که میان نمیخوام بگم دنبال روی اون هستن، تشویقی میشه که اونها بله آقا چقدر ساده میشه به جایی که من برم آقا ایران بلنشم فامیلم رو که همه خوردن و سیر و پر، مخصوصا حالا این دو هفته ای که من اونجا هستم هی مهمونی پس از دیگری، دیشب خونه این مهمونی بودیم، دیروز خونه این مهمونی بودیم، اینه که وقتی از مسافرت برمیگرده 15 پوند اضاف شد، ولی که به بدنش وقت نداده حتی تخلیه کنه، خالی بشه به صورت انرژی بره. به جای این کارا میره آقا به یه نفر کمک میکنه. ببینید دوستان، به یه نفر کمک میکنه، نه به 80 میلیون که بگه آقا من که ندارم 80 میلیون یه دلاری بدم به کس، برو به یه نفر 10 دلار بده. دیروز این دوست ما آقای پتیک که ارمنی هست برای من نوشته بود که آقای سوربی
من الان داشتم با کاغذ و قلم چی می‌نوشتم، یادم افتاده به این که کمک کنم به یه بچه مدرسه ایرانی این مخارج قلم و کاغذ و دفتر و کتاب تو ایران چقدره. براش نوشتم والا من 30 سال اونجا نیستم، 32 سال خبر ندارم، ولی از آقای سفر دادور سوال میکنم که بگه مثلا هزینه یک سال دفتر و مدرسه و کتاب یا کتاب و خودکار و نمیدونم کفش و فلان اینا اینقدر میشه. بعدش گفتم زمینن یک دختری هم هست که بینی نداره، اینها دارن کمک میکنن براش بینی درست کنن با به اصطلاح این جراحی پلاستیکی یا اینها. و همون موقع این دوستمون سفر برای من به اصطلاح عکسی رو فرستاد که عکس خودش هست، این دختر کوچولو رو هم در بغل گرفته و گفتم که میتونم اینو نشون بدم تو برنامه. نوشته که چون خانوادهشون خبر ندارن و میدونید مخصوصا دخترها تو ایران، اجازه بده من اجازه بگیرم. گفتم چشم، شما اجازه که گرفتی به من خبر بده ما هم نشون میدید. ولی برام هم نوشت که خوبیش به اینه که هنوز انسانیت نمرده و تو ایران یه عده کمک میکنن از لحاظ مالی، خرج سفر بره بیاد، پدر مادرش اونجا تو هتل بمونن یا تو بیمارستان اینها، و یه عده هم دکتر نیکوکار حالا یا مجانی یا با به اصطلاح تخفیف ویژه میخوان این کار انجام بدن و الان یکی دوتا از جراحی ها انجام شده. میدونید که این بچه ها بعضی جراحی ها رو انجام میدن به صورت تمپراری یا موقت، بعد میگن این باید به رشد کاملش برسه که اون موقع ما براش یه دماغ الان به این کوچیکی درست نکنیم، درست میکنن میذارن، بعد دوباره اون به اصطلاح کامل وقتی 18 سالش شد، احتمالاً دختر خانم ها 16 17 دیگه بالغ و کامل و به اصطلاح اون صورت و اینها شکل خودش و اندازه خودش و اینها رو دیگه کامل گرفت. در اصل برای این دختر عزیز آرزوی موفقیت، سلامتی، زیبایی، زیباست بنده خدا، فقط این دماغش اصلا اینجا نداره دماغ. در هر صورت به آقای سفر دادورم خسته نباشی میگیم و امیدواریم که هر وقت بهش میگم خب بیا تو تلویزیون بگو اینها، میگه من احتیاج به کمک کسی ندارم، ایرانی هم کمک نمی کنن. میگم خب بیا بگو که اقلن یه کسی دیگه تشویق بشه، به من و تا هم کمک نمی کنه، به این هم کمک نمی کنه، خودش بره یه کاری انجام بده. وقتی میره چلو کباب نمیدونم بالای پیچی میگیم دربند و میخوره مثلا 30 دلار آمریکایی میشه، هم موقع فکر کنه که من با این 10 دلار میتونم یه کفش بخرم برای یکی. در هر صورت اینم از این. حالا من باز دعوت کردم، اینم یه دعوت دیگه آقای سفر دادور که روی برنامه انجام بدم و امیدوارم که بیای و با ما باش. خب بریم در قسمت تودی یا امروز ببینیم که چه کردیم. امروز بله 28 مهر هست، چهارشنبه، و آقای مهدی ذوالفقاری این دوست عزیزی که گفتمتون سالهای سال توی رادیو تلویزیون و به اصطلاح فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اینها بوده، ولی الان بیشتر خودش رو گذاشته به اصطلاح در خدمت این نشریه خبری که می‌بینم هر روزم میاد و منتشر میشه. حالا نمیدونم 5 روز هفته است یا 7 روز هفته، در صورت چون ما 5 روز هفته اینجا هستیم اینو بذارید من سلکت ایریا بزنم بیام تا اینجا بهتر شد. اوکی. خب 80 صفحه دوستان، 80 صفحه اخبار برگزیده، نمازی ها و نزار زکا به حبس طولانی محکوم شدند. این نمازی ها محمد و سیامک نمازی به 20 سال زندان محکوم شدند. ماجرای جالبی داره، اگه وقت کردید برید بخونید. و اینها هم یکی از همون تاجرایی بودن که توی معاملات بزرگ و دولتی و اینها شرکت داشتن. پاسخ دادستان کل کشور به نامه نمایندگان مجلس در مورد نرگس محمدی، زنان در بند 209 اوین و کرباسچی به سلیمی نمین گفت هر سندی در مورد من دارید منتشر کنید، و بیشتر از یک توهین جنسی در شورای شهر تهران،
گفتم بهتون من فقط سرتیتر خبرها رو میخونم که اگر یه مطلبی یه خبری برای شما، چون ممکنه اینجا 80 تا خبر باشه 90 تا خبر باشه، 2 تاش برای شما مهم باشه، برای یه نفر دیگه 20 تاش مهم باشه. ما نمیام 100 تا 80 تا 90 تا خبر بخونیم تا اون دوتای شما مثلا برید خودتون پیدا کنید، یا اگر نتونستید بیاین از طریق ایمیل یا از طریق فیسبوک با من تماس بگیرید براتون میفرستم. و یادتون باشه این خبرها رو آقای مهدی ذوالفقاری از سان فرانسیسکو کالیفرنیا میفرستن و چاپ میکنن، و چاپ که نه، یعنی روی اینترنت منتشر میکنن. اخبار کابینه روحانی: دادخواست 4 کنشگر سیاسی از حسن روحانی برای آزادی نرگس محمدی. دو وزیر دولت روحانی در راستای ترمیم و تقویت کابینه 11 استعفا کردند. اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش پرورش با 45 امضا، ردپای دفتر رهبری در بحران جنتی. و وزیر بهداشت ایران: برخی تصمیم گیران کشور اختلالات روانپزشکی دارند. وزیر نفت ایران گفته که صنعت نفتمان نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. خب اونایی که پول دزدیدن بهشون بگید که اونا رو بیارن اینجا سرمایه گذاری کنن. نوبخت گفت روحانی به تعهداتش پایبند است، رفع حصر زمان میبرد. زمانش هم احتمالاً 6 سال دیگه است که دیگه دوره انتخابات بعدی برسه، اونم همین قولو بده. و خب خبرها: اسحاق جهانگیری گفت اقتصاد ایران در گودال افتاده است. یونسی گفت در گذشته شیعه و سنی مطرح نبود و مردم ایران یک دل و یک صدا بودند. قطار تدبیر در ایستگاه تغییر، فکر کنم نوشته در ایستگاه تعمیر، چون قطارها میرن تعمیر میشن به اصطلاح. این الان صفحه 25 هستیم از صفحه 80. روزنامه های تهران: ترمیم کابینه با بازی تبلیغاتی، مسعود بهنود روزنامه نگار. و دیگه چی داریم؟ ما فقط قرمزاش رو سرتیترها رو میخونیم. اعتصاب غذای دوباره رسول رضوی، فعال مدنی آذری در زندان تبریز. دلم میخواد یک کسی از این دوستمون سوال کنه اعتصاب غذای اولی شما رو به چه هدفی رسوند یا به چه هدفی نزدیک کرد که حالا تصمیم گرفتی اعتصاب غذای دوم رو راه بندازی. برای دولتی که اینجوری دیکتاتور حرف ایشگر رو گوش نمیکنه، اعتصاب غذای شما دلیل خوبیه برای اونا که فردا اگر مردی، ضعیف شدی، مریض شدی، بگن بابا خودش خوراک نمیخورد، ما که خوراک بهش میدادیم. این نظر من دوستان. قطع ارتباط کامل خانواده با محمد علی طاهری در زندان اوین. این آقای طاهری هم یه ماجرایی شده، یه سری میان میگن اعدام شده، یه سری از خودشون با خودشون دعوا میکنن نه آقا چرا میگید اعدام شده، قرم قرم میکنید مردم آماده میکنید، اعدام نشده. این فیلمش، این عکسش مال پریروز، ما اونو نشون میدیم. یه سری دیگه میان میگن آقا اینا دروغ گفتن، این عکس مال 8 سال پیشه، مال 6 سال پیشه، و ما نمیدونیم چه باید کرد. بازداشت یک مربی عرفان حلقه در جزیره کیش. همین آقای دکتر طاهری این کسیه که این عرفان حلقه رو به اصطلاح تأسیس کرده. مدلینگ یا مدلینگ، پلوم بپن، مدلینگ در علاق. این مدلینگ لابد یعنی همین مدل شدن و مدل مورد بخواهر خبر خود در مورد مدلینگ و ترویج آن در جامعه گفت در پیگیری برخورد امام در حوزه مبارزه شود ضد بله لابد همونه. پلوم 5 آتلیه بازداشت و بازجویی 20 شهروند و 5 ایرانی دارای تابعیت دوگانه هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. همین سیامک و باقر نمازی. جالبه که اولش آقای ذوالفقاری نوشته بود اینها 20 سال زندان شدند. احتمالاً این به اصطلاح ادیت شده است، نمیدونم حالا کدومش درست. آمریکا خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی از زندانهای ایران شد. اینا هم فرمالیتن دل خوش، خمینی میگفت دل خوش نکنید به این که پول آب و برق نمیدید، دل خوش نباشید که چون دو به اصطلاح تابعیت دارید
اینها دنبال کارتونن و میان لشکرکشی و شاید اصلا شما دلیل انقلاب بشید. نه آقا، اینا با هم میخورن و با هم میبرن و خیلی هم هر دوشون خوش و خوشحالن. 38 سال آمریکا و ایران با هم معامله داشتن، رابطه داشتن، و وقتی هم اون تحریما رو گذاشتن فقط مردم و افراد بیچاره و کم درآمد بهشون فشار اومد. اونایی که میخورن و میبرن و اون بالا دستا، هیچ فشاری هم بهشون نیومد. سخنان قابل تأمل یک مقام دانشگاه آزاد برای افکار عمومی به اضافه سند، سندم گذاشتن، علی مطهری نیروهای مسلح نباید مثل حزب یا دستگاه اقتصادی عمل کنه. و اما فرمانده سپاه گفت برخی از مسئولان با دیدگاه‌های رهبر ناهماهنگ هستند. این هم من می‌خواستم 10 صفحه از این بخونم ولی 40 صفحه رو 42 صفحه رو تا شما به شما نشون دادم. برگردیم به استودیوی جهانی خودمون و برنامه‌های دیگر رو دنبال کنیم. اگر خواستید این اسمش هم خیلی ساده، اخبار 28 مهر، به اسم روز و به اسم خبر، دیگه اسمای تیشمامانی نیستن. یه خانومی قبلا هم تماس گرفته بود برای با تلویزیون مردم صحبت کرده بود، لحجه بسیار زیبای اصفهانی دارن. بذارید من اینو براتون پخش کنم. دوستان، نمیدونم بگم خدا وکیلی یا بهتون بگم من که چیزی نفهمیدم، شما این پیام رو به دقت گوش کنید، اگر چیزی میفهمید لطفاً به من هم بگید. بذارید من این یک ویدیویی داریم که نشون میدیم موقعی که خانمی یا آقایی پیام میذاره، میرسیم پیام شما در تلویزیون مردم، ولی الان گمش کردم. یک لحظه به من فرصت بدید اینو پیدا میکنم که به جای قیافه من حالا اون رو ببینید، شما هم تشویق بشید و ببینید که توی تلویزیون مردم هر کسی میتونه حرفش رو بزنه، نظرش رو بگه، و اگرم یه نفر مثل این خانم عزیز از انگلستان زحمت کشید نظر داد ولی ما چیزی نفهمیدیم، اونو میان برای دیگران پخش میکنیم، میگیم لطفاً این صحبتای این بیننده رو برای ما ترجمه کنید. ضمن این که فارسی حرف زده ولی واقعا ما اون شعری رو که آقای رنجبر همیشه میگفت، ای بسا دو تا که اصلا همدیگر رو همزبان که همدیگر رو نمیفهمن، و خیلی میبینیم که افرادی هستن که نه همزبان هستن نه چیز هستن ولی همدیگر رو درک میکنن. من هنوز دارم دنبال این ماجرا میگردم، بذارید ببینم که چجوری میشه پیداش کنم. مردشور این آپدیت رو ببره که ما هر وقت آپدیت کردیم یک مشکل جدیدی به اصطلاح گیرمون اومد. اینجا خب بذارید ببینم این زن مرد اینجا والا نمیده چه باید کرد. گاهی وقتا اصلا دیگه یادمون میره که چه کار کنیم چه کار نکنیم. ماجرای اون آی من چه کار میکنم براتون گفتم. این تهرونی ها که می رفتن شیرازی ها مثلا شهرستانی ها وقتی می رفتن تهرون، خب به اونای دیگه طبق معمول مثل ما ها که می رویم آمریکا می ریم الکی پوز می دیم آقا آمریکا، بعدم طرف می گه خب آقا اگه اینجوری ما بیان، بعد می گه چه غلطی کردیم، حالا این بیاد بخواد کجا بره چی کار کنه. بذارید من اینو پیداش کردم بهتون نشون بدم. اوکی، زن مرد مساوی. بذارید پیامو پخش کنم. خلاصه این آی من چی کار کردم ماجرا اینه، قاطی کردم و حساب. میگن یه نفر شهرستانی بلند شد به تشویق فامیلش که رفته بودن تهران، بلند شد رفت اونجا، اونا دیدن آقا این اومده فکر میکنه حالا اومده قصر پادشاه و باد بخوره و بگرده و اینها. یکی دو روز که گذشت بهش گفتن عزیز من اینجا مثل آمریکاست، هر کی میاد باید یه کاری انجام بده. گفت خب مثلا من اونجا رئیس اداره بودم، اینجا چی کار میتونم بکنم؟ گفتن حالا رئیس اداره نمیتونی بشی ولی میتونی یه کار ساده ای. گفت چی؟ اگه یادتون باشه قدیما آب حوض خالی میکردن، یه نفر با به قول شیرازی ها دلی، به قول شماها دلو، پیت، روغنی یه چیز تمیز میکردن، یه دسته هم میزدن باهاش میمدن حوض رو آبش خالی میکردن، یا تو کوچه یا تو باغچه پولی میگرفتن میرفتن. میگه آقا کات تا ساده ترین کار اینه که شما بری آب حوض بکشی.
حوض مردم رو خالی کنی. خیلی هم ساده است، راه میافتی توی کوچه، فریاد میزنی، داد میزنی، آب حوض میکشیم یا حوض خالی میکنیم. یه نفر در باز کنه میگه چند میگیری، میری نگاه میکنی حوضه مثلا بزرگی میگه 2 تومن، حوضه کوچیکی میگه 5 تومن، نمیدونم به نرخ اون موقع. طرف میگه خب به نظر میاد کار ساده یه پیت یه دلی یه دلوی براش درست کنم. میگم برو. این راه میفته میاد تو خیابون تو کوچه ها، زور همه خوابیده بودن، این هی فریاد میزنه. 2-3 نفر که فوشش میدن میگن آقا دیوانه ای، این موقع زور همه خوابیدن، ایرانه، ایران که کسی کار نمیکنه، همه ما در خوابی. مگه نه بود شاه به کوروش گفت تو بخواب، ملت تو هم بخواب چون من بیدارم، خودشم همش سویس و این برور. در اصل بعد از 2-3 تا فوش خوردن و اینا یکم ساکت شد، بعد داشت با خودش فکر میکرد ای داد بیداد، من اونجا حالا یا تو شیراز یا تو اصفهان یا تو تبریز زندگی داشتم، رئیس بودم، چند نفر زیر دستم کار میکردم، ببین چجوری به بند پوسیده این فامیلم بلند شدم، منم تهرون و حالا به چه روزی افتادم، زور گرما تو خیابون باید را بیفتم، تازه مردم هم فوشم میدم. تو همین فکرها که بود و اینها یادش رفت که اصلا باید چی بگه، ولی گفت باید یه چیزی بگم دیگه. شروع کرد داد میزد، فریاد میزد که آی من چه کار میکنم. حالا این ماجرای من 60 سال تلویزیون، هر روز یه چیز جدیدی اضافه میکنه، یه دوربین جدید میاد، باید بریم از اول یاد بگیریم. وقتی یاد میگیریم تازه میگه این با اون سیستم تو کار نمیکنه، باید بری یه چیز دیگه بخری که اونم HD باشه، میگیم چشم، اونو میخری، بعد میگه آها این دوتا با اون کیکی کار نمیکنه. حالا ما هم شدیم آی من چه کار میکنم. این بیچاره تو کوچه فریاد میزد آی من چه کار میکنم، مردم هم میگفتن که این دیوونه شده. اینم ماجرای افرادی که بدون برنامه بلند میشن میرن یک جاهای دیگه به امیدهای بزرگ. ولی سرتونو گرم کردم تا برسم این عکس رو اقلا بذارم که زن و مرد مساوی هستن، به امید اون روز. همین آمریکا که اینقدر ادعا میکنیم، هنوز آقایون اگه کار میکنن 1 دلار میسازن بابت اون کار، یا بگیم 100 دلار میسازن بابت اون کار، خانما 80 دلار میگیرن. 1 دلار 80 سنت. خیلی هم خوشحال شدن که 79 بوده حالا شده 80. 100 دلار اگه مرد میسازه، خانم ها 80 دلار میسازن و این نابرابری اینجوریه. خب پیام این بانوی عزیز خوش لهجه و شیرین بیان اصفهانی رو بشنوید، لطف کنید برای من ترجمه کنید که این خانم چی میگه، اصلا منظورش چیه. بفرمایید. عصرتون بخیر، من یه مادر هستم، میخواستم از این که شما با امیر احمدی مصاحبه میکنین، واقعا اینا امیر احمدی چجوری پیش خودش خجالت نمیکشه، شرم نمیکنه؟ اگه یه ذره وجدان داشت به این مشکلات ایران توجه داشت، دروغ نمیگفت که من تو ایران میرم با همه حرف میزنم، همه مشکل ندارم. به آقای الان اربابش آقای خامنه یا جایزه داده به چیز قرآنش که استاد قرآن. دوستان چی میگفتن وقتا میگفتن لوتیگری؟ شما چیزی متوجه شدین؟ خانم شما به من بگو که این مصاحبه‌ای که من میکنم با اینها خوبه؟ شما اینا رو بهتر میشناسید؟ اگر خیانت میکنن دیگه مطمئن‌تر میشید که خائنن، اگر خدمت میکنن مطمئن‌تر میشید که خدمت میکنن؟ آخه این چه پیامیه؟ الو سلام، از این مصاحبه‌ای که با آقای امیر احمدی کردید، آقای امیر احمدی رئیسش نمیدونم خامنه‌ایه، الان مصاحبه گذاشته مصاحبه قرآن. دیروز آقای حسن فیروزی اینجا بود گفت توی دین بهاییت قانون هست، دستور هست که اگر یک آقایی یک خانوادهی یه دختر دارن یه پسر دارن و نمیتونن، وضع مالیشون جوری هست که نمیتونن دوتاشون رو بفرستن مدرسه، باید دختره رو بفرستن مدرسه، چون دختره فردا مادر میشه و مادر درس میده به بچه ها، یاد میده به بچه ها، و مادرم با مهر و محبت درس میده، میگه عزیز دلم این کارو نکن، ولی پدر خشنه و تنبیه میکنه و اینها.
ایشون لطف کرده میگه من مادر هستم. خب دوست عزیز، مادر ماها که شماها باشید، ببخشید اینو میگم، یه مش نفهمه مثل منم فرزندانتون. شما زنگ میزنی بگو خیلی ممنون که این مصاحبه رو انجام دادی که من الان دیگه فهمیدم که این امیر احمدی خائنه و تا دیروز کمکش میگردم، از امروز کمکش نمیکنم. خیلی ممنون که این مصاحبه رو انجام دادی، من فهمیدم که اشتباه میکردم، فکر میکردم این خائنه، ولی فهمیدم بابا داره خدمت میکنه. آخه این چه تماس تلفنی که شما گرفتید؟ دوستان، دنیا رو نمیخواد ببرید زمان کوروش، نمیدونم استوانه کوروش رو بکنید یه جاشون که بفهمن. بیان یه دستگاه تلفن که تماس میگیریم با هم یاد بگیریم. آقا خانم من کی هستم؟ زنگ زدم برای چی؟ سوالم اینه، لطف کنید به من تماس بگیرید، این شمارمه. ما این چارتا رو بلد نیستیم، اون وقت هی پوز میدیم، هی پوز میدیم. من 3000 سال پیش دیروز داشتم برای دوستمون، نه داشتم برای آقای فیروزی میگفتم راجع به این اسمارت فون و اینا بود. آقای فیروزی گفت من نمیخوام آقا، دیگه حوصله تکنولوژی جدید ندارم. گفتم آقا بالاخره مجبوری اینا چیز کنی و الا عقب میافتی. بعد بهش گفتم البته ببخشید، ما ایرانی‌ها وقتی عقب میافتیم بلدیم یه جوری درست کنیم. میگن یه ایرانی اومد اینجا آمریکا، رفت کار کرد توی شرکتی که مثلا میرفتن کند و کاو میکردن و اینها، اکسکاویشن فلان اینا. بعد اون آمریکایی‌ها هر جا این بیل مکانیکی رو میزدن یه مقدارش سیمی میمد بیرون، طرف اونو برمی‌داشت میگفت اینو ببینی این سیم تلگرافه، ما 120 سال پیش از این استفاده میکردیم. موقعی که با قطار رو با اسب میرفتن، ما تلگراف بغل جاده قطار، بغل ریل قطار بود. بعد یکی دیگه در مورد گفت این سیما رو میبینی این سیم تلفنه، مثلا AT&T یعنی American Telegraph and Telephone. ایرانیه که از رو نمیره، پر مدعا، گفت برو آقا ما از همون قدیم تلفنامون بی سیم بوده، شما هر جا رو بکنی سیم پیدا نمیشه. حالا این مادر ایرانی، نمیخوام بی احترامی کرده باشم، ولی خب بابا یاد بگیرین. شما اگه خودت بیننده هستی، اگه بچت بیننده برنامه منه، بشینید 10 دقیقه یاد بگیرید چجوری زنگ بزنیم به یه جایی، بنویسی اون آقا که من نمیدونم اسمش چیه، اون برنامه‌ای که نمیدونم راجع به کیه. من باور کنید دوبار اینو گوش دادم، الان بار سومه، نمیفهمم. شما میفهمی؟ بیا برای من پیام اینو تفسیر کن، ترجمه پیشکشید، تفسیر کن، بفرما. که بچه های زیر سن ازشون پذیرایی کرده، بچه های زیر سن ازشون پذیرایی کرده، بچه های زیر 18 سال، زیر 9 سال، زیر 6 سال بعد ازشون پذیرایی کرده. منظور شما اینه که بچه های کوچولو رو وادار کردن قرآن بخونن؟ اگه منظورتون اینه، من 100% با شما موافقم و 100% مخالف پدر مادرهای هستم که نه فقط قرآن، پیانو یاد دادن، نمیدونم رقصیدن، مدل شدن، اینا رو میخوان به بچه های جوان. اون آخرینش اون خانم دختر کوچولویی بود که مرد، معلوم نیست برادرش کشتتش، مادرش کشتتش، پدرش کشتتش. این دختره وقتی آرایش میکرد از یه خانم 20 و چند ساله بیشتر ماتیک و سرخاب و نمیدونم پودر میمالیدن به خودش. نمونه بزرگترش مایکل جکسون. آخه این چیه شما که رئیس آقای امیر احمدی خمینی خامنه ای مسابقه گذاشته برای بچه های زیر سنه؟ بفرمایید. باید اینا رو شرم کنن، هم آقای کتیبر، هم آقای امیر احمدی، هم آقای اون پسره نمیدونم چیستا پارسی، اینا هایی هم که دارن کشور به این روسی و 7 سال مردم بدبخت به سلابه کشیدن، شرم هم نمی کنن. خب دکر لکتا این همه پولا چه گم میشه، خرج اینا میشه که اینا بیان این دپا رو از این آدم های به این خوبی که رو کشور ما افتادن بکنن. آخرش دقت کنی من درست میشنوم که این خانم میگه دکلهایی که گم شده خرج اینا میکنن که آدمای به این خوبی گرفتار کشور ما شدن. یه بار دیگه گوش بدیم دوستان. کلکتا این همه پولا چه گم میشه، خرج به سلابه کشیدن، شرم هم نمی کنن. خب کلکتا این همه پولا چه گم میشه، خرج اینا میشه که اینا بیان این دپا رو از این آدم های به این خوبی که رو کشور ما افتادن بکنن. ببخشید. بخشیدم.
بخشیدم. امیدواریم بیننده ها هم ما رو ببخشن. ولی این جامعه ماست. حالا هی بشینید افتخار کن. این خانم در دوره پادشاهان پهلوی بزرگ شده، درست میگم؟ حالا بچه هایی هم که تو دوره این آخونده بزرگ شدن ببین چی هست. نمیخوام بگم آخونده خوبه، ولی من میگم آخه نمیخونه بابا. هی آقای سعیدی میاد، حالا قرار دوشنبه بیاد، ضمناً آقای کاظم افشارها جمعه 3 بعد از ظهر با ما هستن، آقای سعیدی دوشنبه 3 بعد از ظهر. خوبه این 3 بعد از ظهر دوشنبه آقای سعیدی، چهارشنبه آقای یزدان خداوندلو، جمعه آقای افشارها، یه روتینی پیدا میکنه، یه نظم و ترتیبی پیدا میکنه. نظر شما چیه راجع به این نوع پیام ها؟ اینا بیننده تلویزیون های ایرانی هستن، اون وقت اون تلویزیون ایران آریایی، شهرام همایون، اینها میخوان با این بیننده ها برن تو ایران انقلاب کنن. اصلا نمیدونم آقا، کسی شما ها رو نگاه نمیکنه، کسی ما رو نگاه نمیکنه، برای چی نگاه کنه؟ 37 سال شما بهشون میگید امسال ما میام، یه روز تیمسار دیوانه روحانی رو میارید، میگه نمیدونم اول مهر از خونتون بیان بیرون، فقط 10 ثانیه تو کوچه به هم نگاه کنید برید تو خونتون. بعدم تازه معلوم میشه اول مهر جمعه بوده، مثلا مدرسه تعطیل بوده اصلا. یه روز حخا میاد، یه روز فولادوند میاد، 18000 دلار پول ما رو میدوزه میره. اون ندوزید، مهران سعدی دوزید. یه روز دیگه کی میاد بگید اینایی که اومد؟ آقا شایان کاویانی میاد، شما بیا از من تمر بخر، من میخوام برم برات انقلاب کنم. اگر خمینی به من و شما گفته بود بیا از من این لیوان رو بخر من انقلاب میکنم، هیچ وقت انقلاب شده بود؟ نه، برعکس اومد گفت شما بیا انقلاب کن، من این چیزها رو بهت میدم. یکی از اینا دیدید اون روز برای من یه نفر یه فیلم میفرستاده، آقا نگاه کن چجوری دارن اینا چلو کباب میدن. میگم خب تو یاد بگی، ببین چلو کباب داده مردم چجوری ریختن، شما چلو کباب بده. ولی شما پول به جون چسبیده، آقا حالا برای بچم خونه خریدم، حالا دیگه نوه هم دارم، برای نوه هم خونه بخرم، خدا نمی یکیش. اتفاقا این دوست اون آقای شبستری برای من پیغام گذاشته بود که در رابطه با نوت صحبت کردی و اینکه از همین الان آدم یه پولی بذاره کنار برای شهریه دانشگاه، چون مدرسه مجانیه. مدرسه مجانیه توی آمریکا، ولی دانشگاه ها پولیه، که حالا امیدوارم که با صحبت هایی که هیلری کلینتون کرده و اون آقای سندرز کرده و اینها، دانشگاه ها هم مجانی بشه. فکر نمی کنم، در صورت بمونیم ببینیم چی خواهد شد. بله آقای شبستری لطف کرده پیام گذاشته که برنامه‌های مختلفی هست، فقط این که تو ویرجینیا فکت 29 بهش میگن اون نیست و چیزهای دیگه هم هست. منم فرصت نکردم تا حالا تماس بگیرن، هم خودم مشغول بودم، همین دو سه روز که آقای فیروزی میاد. دوستان ما وقتی یه ساعت برای یه نفر برنامه میذاریم، اون روزمون حقیقتا قبلش و بعدش و اینها جایی نمیتونیم بریم، بعد نمیخوام بگم تلف میشه، ولی اون روز دیگه ما کارمون شده این، بعد باید آرشیو بذاری. دیروز برنامه گذاشتیم آخرش نوشته که این برنامه رو ما نمیتونیم ایندکس کنیم. میگم خدایا حالا دیگه ایندکس یعنی چی؟ خب این هر روز همین سیستم داره کار میکنه، کار نکرد. و الان اگه برید نگاه کنید ببینید من ویدیو رو از فیسبوک گرفتم آوردم که تصویر فیسبوک فرق میکنه، تصویر فیسبوک نمیدونم چرا فیسبوک این کارو نمیکنه. خب بذار ببینیم این حسین چی میگه. میگه آقای دوربی شما متوجه مشکل این خانم اسمانی نشدی؟ نه دیگه شوخی نکن. اون این از بیشوهری تماس میگیره، به آخوند برش معرفی کنیم تا دست از سر تلویزیون مردم دست برد. نه عزیزم حسین جان، این کاری که شما میگید بی احترامیه. من ایراد میگیرم، انتقاد میکنم، امیدوارم که این انتقاد سازنده باشه. این خانم ما، خانم اصفهانی، اگه به یه تلویزیون دیگه زنگ زد بتونه، اینا نمیتونن به اصطلاح مقصودشون رو بیان کنن. ما چرا سر هم داد میزنیم؟ برای که منطق نداریم، برای که قدرت بیان نداریم. از وقتی که قدرت بیان پیدا کنیم و منطق، آقا اولا به یه نفر میگیم ما نیومدیم که شما رو قانع کنیم یا شما رو عوض کنیم. من این فرصتی که پیش اومده
اومدم نظرات خودم رو بگم و شما اگه آدم منطقی باشی نظرات من رو میشنوی، میری در موقعش در موردش تحدید میکنی، تحدید خوب میکنی، تحقیق میکنی، اگه دوست داشتی قبول میکنی. شما قبول کنی هیچ سودی به من نمیرسه، رد کنی هیچ ضرری به من نمیرسه. در اصلا نه، این شوخی های اینجوری نکنید. احترام مادر، اینم مثل مادر من، مثل مادر شما. اگه مادر شما زنگ بزنه به یه تلویزیونی اینجوری بگه، و یه بیننده بگه این از بی شوهریه، احساس شما راجع به اون چیه؟ ممکنه بله این خانم شوهرش فوت شده باشه، مثل مادر من که پدرم فوت شده. اگه زنگ زد به یه تلویزیونی از درد دلش داشت سخن میگفت ولی نمیتونه درست بیان کنه، ما باید بهش توهین کنیم؟ من راه حل دارم. اگر انتقاد کردم میگم مادر جون، خواهر بزرگ من، دفعه دیگه وقتی یه برنامه رو ببینی یه اسمی بنویس. خیلی ممنون آقای امیر احمدی اسم گفتی، بالاخره زور زدی، تریتا پارسی یادت اومد، ولی بنویسی بابا این کاغذ و قلم رو نندازیم کنار. حالا که تلویزیون اومده دیگه کاغذ قلم نداریم دیگه، الان چند ساله نداریم. دستاد حسین جان ممنونم، ولی اینو اگه امکان داره پاک کن، که به نظر من این حرف بد و زشتی اصلا نباید شما میزنی. این انتظار از شما نداشتم، من از تو توقع نداشتم، من از تو پول میخواستم، یا میگه تو از من پول میخواستی من نداشتم. اصلا ما از شما مهر و محبت و دوستی و اطلاعات میخواییم، نه توهین کردن به همدیگه که ماشاءالله کم نداری. خب آقای یزدان خداوندلو 13 دقیقه دیگه با ما خواهند بود و امروز گفتگویی که دارن درباره فرایند مغز میمونی به مغز انسانی در روند تکامل. یعنی یه نفر تا اینو میگه اون فلسفه داروینیسم میاد که ایشون به اصطلاح پیرو اونه، پیرو این که خدا یه روزی بیکار بود و نشسته بود با گل باغچه شروع میکرد، گفت حالا یکی بسازم و روح دمید داخلش، گذاشتش اونجا، بعد دیدین حالا تنهاست، گفت از دنده چپش نمیدونم چرا یکم دیگه گل درست نکرده حوار رو درست کنه، از دنده چپ این در آورده. اگه اینجوری که آدم باید یه دنده کم داشته باشه، ما یه دنده کم داریم ولی دنده تو عقلمونه از خانما، ولی دنده ریب کم نداریم تا اونجایی که من میدونم، خیلی اشکال داره. این حرفایی که میان میزنن و میرن، اگر وایستن مقاومت کنن تحمل کنن، یکی یکی بهشون بگی خیلی اشکال داره. اون روز براتون گفتم یه نفر سوال کرده بود که اتفاقا آقای کاظم افشارها گفتن دیگه هر کسی سوال از ایشون داره لطف کنن با خودشون مستقیما از طریق تلفن تماس بگیرن یا با ایمیل خودشون. ایمیلشون هم خیلی ساده است، info@kaveacademy.com. و اون یه نفر سوالش این بود که آقا خانم، اگر شما قدرت مطلق داشته باشی در دنیا که همه خوب بشه، صلح و صفا باشه، آرامش باشه، چه کار میکنی؟ طرف گفته بود که فکر کنم اینو داوکینز گفته، بعد طرف مقابلش بهش گفته بوده که من سعی میکنم دنیا رو در صلح و آرامش و صفا و زیبایی و سلامتی. گفته بود بابا صد رحمت به شما، خیلی کار درستتر از خدا هست. حالا دوستان طرفدار خدا، هر خدایی، الله، خدا، اهورامزدا، الهین، بیاین بگید چرا خدایی که قدرت مطلق داره این کارو نمیکنه. دیروز آقای حسن فیروزی تو صحبتاشون گفتن که یه روزی حضرت علی بالای پشتبانی بوده، یه نفر بهش گفته که آیا خدا حافظ شما هست؟ گفته بله. گفته خب بپر پایین. حضرت علی گفته که نه، ما نباید خدا رو امتحان کنیم و زیر سوال ببریم. آخه این چه خدای عادلیه که هر روز از صبح تا شب ما رو امتحان میکنه، مریضی بهمون میده، میگیم این خدا داده امتحان کنه ببینیم ما هنوزم شکرشو میگیم یا نه. فاجعه میاد، سیل، زلزله میاد، میگیم این خدا داده. آخه شما همچین بلایی سر پسر خودت میاری، سر بچه خودت میاری که هر روز اذیتش کنی،
امتحانش کنی، بعد هر روزم ازش انتظار داشته باشی. با این همه اذیت که داری بیشتر و بیشتر میکنی، اون بیشتر به طرف تو بیاد، بیشتر پرستشت کنه، بیشتر دعا کنه، بیشتر نماز بخونه. و بعضی ها میکنن. با آقای یزدان خداوندلو ساعت 3 بعد از ظهر 10 دقیقه دیگه. و اما پرسشی یه نفر کرده بود، ما این پرسش رو برای دوستان فرستادیم. سعید با انگلیسی راحت تره، حالا یا با فیسبوک و اینا مینویسه هرچی، گاهی وقتی هم یه دفعه یادش میره فارسی مینویسه، اون خیلی راحت تره. نوشته آقا این پرسشی که تو کردی من رو به خنده انداخت. میگه که like what you said let's say we found out. میگه که حالا این پرسشا رو همونجوری که تو با آقای ضیا مصطفی زاده، آقای چمنارا، آقای آریانپور، آقای سعیدی گفتی، حالا برفرض که ما پیدا کردیم پاسخ صحیح اینها رو که چرا انقلاب شد، چرا شاه رفت، چرا این آمد، حالا چه کار کنیم؟ یا پاسخهایی که میدیم باعث اختلاف بشه، من بگم این انقلاب بود، اون بگه نه آقا این آشوب بود، اون بگه این شورش بود، اون بگه دستیزه. ایشون نوشته که وادی گول میگه چه چیزی رو عوض میکنه، چه چیزی رو عوض میکنه. Whether they like it or not, reality fact is a revolution happened in Iran. میگه چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، انقلاب انجام شد، انقلابی اتفاق افتاد تو ایران. سیستم چنج، اون روش و اون سازمانی که بوده عوض شده. And it's not what it used to be. این چیزی که شما الان میبینید مثل گذشته و مثل قدیم نیست. First we need to accept it. اول ما باید قبول کنیم که سیستم عوض شده. این اشکالی که حالا آقای لاجوردی، حسین لاجوردی میخواد یه مشت دیگه پیرپاتال هم ببره تورنتو، بشینن ببینن اپوزیسیون چرا کارایی نداره. همین آقا دلیلش همینه که میرین میتینگ. آخه میتینگ یکی میذاره که یه کاری انجام داده باشه، بعد بره میتینگ ببینه که این کاره حالا اینجاش اینجوره اونجاش اونجوره. شما که کاری انجام ندادی، کاری که انجام ندادی مثل این صبح من برم سر کار به کارگران بگم بیا بریم میتینگ. البته ما داشتیم دوشنبه صبح میرفتیم میتینگ میذاشتن 5 صبح. البته اونا میگم اشکالای هفته قبلو گوشزد میکردن که این هفته این اشکالا رو نداشته باشیم. خیلی هم موثر. خب finding the reason it's all about timing. دلیلا رو پیدا کنیم، همش راجع به وقت و وقت گذراندن اینها است. میگه از فار از ایرمای تا اونجایی که من یادمه we had demonstration. میگه ما ششم بهمن هر سال demonstration تظاهرات داشتیم برای انقلاب شاه و مردم. millions came out and adored شاه. میمدن بیرون و شاه رو به اصطلاح خیلی بهش احترام میذاشتن، پرستش میکردن. هرچ just look at old clip. میگه کلیپاش هم هست، ویدیوهاش هم هست، برید نگاه کنید. it doesn't matter. میگه دیگه الان مهم نیست. few years later یا چند سال بعدش نمیدونم same people. میگه همون آدما اومدن توی خیابون و دنبال خمینی و انقلاب و این ایدئولوژی جدید بودن، عقیدتی به اصطلاح سیستم عقیدتی جدید. reason a revolution happened. دلیلشو میخوای بدونی آقای سعیدی؟ انقلاب اتفاق افتاده. پلیز ببخشید. people mentality change not all but majority did change. بله میگه اون منطق و منتالیتی اینا عوض شده، همه نه ولی یه عده عوض شده. حالا شما میخوای چی کار کنی، چه برنامه داری؟ من هنوز نشیدم یکی از اینا یه برنامه داشته باشه بگه آقا ما که میایم میخوام زور تو زور یه چلو کباب بدیم، حالا چون بودجه نداریم به جای دو تا سیخ کباب یه کباب میدیم. همش میگه ما میخوایم بیان بکشیمتون، بزنیمتون. خب اون طرف میگه آقا من مرض دارم، این همه اینا کشتن، این همه دزدیدن، جیباشون اصلا پر شده، دیگه کسی هم فعلا نمیکشن، حالا بذارم شما بیان. خب نمیان. پس باید برید یاد بگیرید. امیدوارم تو این میتینگی که میذاره آقای لاجوردی یاد بگیرید. خب نوشته سوربی، منظور این مادر اصفهانی از پذیرایی خامنه‌ای این از کودک خردسال قرآنسال همان جریان تجاوز جنسی است که یکی از قاریان بزرگ قرآن محبوب رهبر در ایران به این دانش آموزش کرده. آقا خیلی ممنون که توضیح دادی و خیلی خوشحالم که من این پیامو پخش کردم که شما خبر اصلی رو ما بگی. خب این مادر ما باید قشنگ پیام میذاشت بگی مثل اون ماجرایی که آوردن بچه های کودک نمیدونم زیر 10 سال زیر 12 سال دادن دست یه مش آدم احمقه نمیدونم یه سریشون قاری قرآن اینا جاهل مایلای لات و لوت بودن تا
پریروز دوستت دارم میدونی میخوندن، امروز قرآن میخوند همشون، نه یه عده بالاخره هستن. بعد یه اتفاقای اینجوری افتاده، ایشون میگه که یه قاری قرآن تجاوز کرده به یه بچه‌ای توی همین ماجراها. ممنونم از شما، این درسته، نه اون که حسین نوشته. ببین حسین جون، اگه من اون پیامو پخش نمی‌کردم، سعید از اون ور کالیفرنیا با 3 ساعت اختلاف به من نمیگفت که من بفهمم این خانم چی میگه. آقا واقعا نفهمیدم. آقا نفهمیدن و ندونستن که عیب نیست، نپرسیدن عیب است. خب مرسی. آقای یزدان خداوندلوان اینجا هستن حاضر، اجازه بدید که منم اسکایپ رو هندلشو بزنم. این هندل همون هندل دیگه، نه هندل مثلا شیشه ها رو اینجوری میکشینی پایین، یه چیزی بود اینجوری ماشین رو باهاش روشن میکردن توی شیراز، میگفتن هندل. نمیدونم شما توی تهران بهش چی میگفتید. جالب، این آقای محسن نادری نژاد هر چیزی میخواست بگه کلمه خارجی بود میگفت به قول تهرونیا، و خب خود ایشون از مشهد بود و جاش خالیه، ولی نه کسی حاضر شد برنامه هاش اسپانسر بشه. و خود این آقا که تو برنامه میگه من حاضرم مایه $1000 بدم به تلویزیون پارس، به من که میرسه میگه خب من که بازنشستم درآمدی ندارم. میگم خب آقا زنگ بزن به اونایی که میشناختشون بهت میگفتن آگهی میخوایم بدیم، شما میگفتین نه ما نوبت نداریم، بگو آقا الان نوبت واز شده حسابی، بیان آگهی بدین، بیان کمک کنین آقای دکتر، آقای لایرز. نمی کنی. شما زمانه عوض شده، سعید میگه شما باید عوض بشید، عوض نمیشید. وقتی عوض نشید این اختلاف و این اشکال به وجود میاد. خب بذارید که من یه دو تا خبر دیگرم براتون بخونم، یکی دو دقیقه دیگه هستیم. آقای مهدی تبریزی معرف حضورتون هست، ایشون یه ایمیل فرستادن، چون ایمیلشون اعلام کردن و ما هم ببینید، فقط مشکل ما چیز نیست، پیام و پیام گذاشتن نیست. ببینید یه ایمیل این دوست ما فرستاده، ایشون معلم بوده، استاد دانشگاه بوده، اینجا دانشگاه ابو علی سینا واز کرده. ببینید دوستان، این ایمیلی که من امروز صبح گرفتم، هی گرفتیم هی رفتیم پایین، هی نوشته مهدی تبریزی فوروارد کرد برای اون برای اون فوروارد کرد. تا بالاخره یه اتچمنت همراش، اتچمنت یعنی یه پیوستی هست 5 مگابایت. بزنیم ببینیم این پیوست چی رو نشون میده. این دیگه حالا جالب ترش میکنه. بذارید من اینو براتون کوچیک کنم که توی صفحه ها کامل ببینید. میخوام بهتون بگم که ما اگر بریم اول اینا رو یاد بگیریم، ببینیم این چی میشه. حالا همینجا براتون این تصویر رو بذارم اینجا. ببینید چقدر ما بلد نیستیم. نوشته $1 share $26 abandon air and water and sunshine is the sign of the justice. من نمیدونم یعنی بی آبی و بی هوایی و اینها و چیز نشونه جاستیسه؟ حالا با این عکس بسیار زیبا چه رابطه ای داره؟ هیچ چیزی هم ننوشته بودا. یه شعر بخرید $26. شعر چی؟ چه شرکتی؟ چه سازمانی؟ بعد اینجا نوشته 26 in God we trust. ما خدا رو قبول داریم، به خدا اطمینان داریم، خدا رو باور داریم. بانک فرشته ها Angels and Bank $26. اینم یعنی پولی چاپ کردن. نمیدونم. دوباره 10 تاشو بخرید $260. حتی اینو ما یاد نگرفتیم که آقا شما یه نوشابه که میخری $1، 6 تاشه که میخری بهت میدن $3. نمیگن یکیش $1، 6 تاش $6، 12 تاش $12. اصلا این توهینه به مردم. یعنی اینا بلد نیستن ضرب کنن که اگر یکیش $26، 10 تاش $26 میشه $260. 10 تاش هم $260. دوباره این God we trust 26. دوباره 100 تاشه $2600. نگاه کنه دوستان، وقت من شما رو با چی میگذرونن؟ هیچ توضیحی هم نداده،
چیه؟ من فکر میکنم مثلا این آقا از من مسن‌تر هست ایشون، حالا یاد گرفته که مثلا با فتوشاپ با نمیدونم این چی چیه چی پوینت پاورپوینت عکس درست کنه. آخه آقا اصلا این کارا ممکنه ایلیگال باشه تو آمریکا. شما میدونین این همه مسابقه میذارن ایرانی ها تو تلویزیون و این برور بیشترشون ایلیگاله. ما یه موتورسیکلتی رو میخواستیم توی سیزده بدری به عنوان جایزه بذاریم ولی لاتاری. وقتی تماس گرفتیم که اونم بعد مهران سردی من گفت آقا تو کاش نپرسیده بودی، دیدیم آقا به این سادگی نیست، باید بری با شرکت نمیدونم با سازمان فلان تماس بگیری بلیتارو که چاپ میکنی اونا نگاه کنن. تو نمیتونی بیای بگی من $1,000 تا $100 میگیرم، $1,000 تا $10 میگیرم، $10,000 این موتور $4,000 رو میذارم چیز، بعد به جای $1,000 بری $100,000 تا بلیت چاپ کنی. خلاصه آقای مهدی تبریزی شما این همه برنامه گذاشتی عزیز من، تو رو خدا از یه کسی که بلده یه چیزی یاد بگیر. ایمیل اینجوری که میفتی قول دم نصفی از دوستان این ایمیل رو مثل من فضول نبودن برن تو اون پایین ببینن، و چه خوب که نرفتن. تازه اگه میرفتن میگوتن آقای چی میگه، بیان از بانک فرشتگان یه شعر بخرید $26، خب این شعر رو بخرم که چی بشه؟ بعد شما چه رسمیتی دارید که شعر چاپ کنید بانک درست کنید؟ شما شدی آرزا پهلوی؟ اجازه بدید من ازتون خداحافظی کنم، یک دقیقه دیگه با شما خواهیم بود با آقای یزدان خدابندلو از آلمان. گوشی خدمتتون باشه، وایسید تا من برگردم.